نقاشی علاقه داری؟ یا باید مهندس بشی یا پزشک پول تو نقاشی نیست میخوای خودتو بدبخت کنی؟ مخصوصا اگه پسر باشه زیاد از این حرفا شنیدی این تفکرات تفکرات قدیمیه که الان دیگه صادق نیستش مثلا من خودم لیسانس مهندسی پزشکی دارم ولی شغلم هنریه و مربوط به نقاشیه یعنی اون مهندسی پزشکی علاوه بر اینکه هیچ شغلی برای من نداشته هیچ درآمدی هم نداشته و چهار سال از عمرم هدر دادم توی لیسانس مهندسی پزشکی ولی این هنره با اینکه همیشه گوشه و کنار ادامش میدادم باعث شده من الان به درآمد مساوی با درآمد یک پزشک برسم حتی روز به روز درآمد من بیشترم میشه به خاطر اینکه دارم کارم رو ارتقا میدم و کارهای مختلفم انجام میدم حالا بریم سراغ اصل ماجرا که ببینیم چجوری میتونیم با نقاشی دیجیتال کسب درآمد کنیم قبل از اینکه بریم شغل های مربوط به نقاشی دیجیتال و بازار کار نقاشی دیجیتال رو بهتون معرفی کنم باید چهار فاکتور بهتون بگم که حتما این چهار فاکتور رو باید داشته باشی تا بتونین یه شغل خوب رو انتخاب کنیم و توش موفق باشی یعنی اگه این چهار فاکتور حتی یک دونشم نداشته باشی نمیتونی تو شغلی که انتخاب میکنی موفق باشی بریم ببینیم این چهار فاکتور مهم چیه اولین فاکتور حرفه‌ای بودنه یعنی چی؟ یعنی شما تو هر تکنیکی کار میکنی برای که تو شغلش موفق باشی باید حرفه باشی این فقط توی نقاشی نیست توی همه کار همینه قطعا کسی که حرفه باشه از بقیه بیشتر بدونه زودتر موفق میشه توی نقاشی هم همین جوریه هم. همیشه کسایی که نقاشی کار میکنن همکاراتون توی فضای مجازی اونا همیشه کاراشون خوبه و تو دائم با اونا کارت مقایسه میشه از طرف مشتری پس باید کارت انقدر خوب باشه که وقتی کارت با همکارت مقایسه میشه کار تو تایید بشه و کارت مورد قبول مشتری باشه پس اینکه حرفه ای باشه خیلی خوبه اینکه نقاشی در حد معمولی باشه نمیتونیم باهاش درآمد زیادی رو کسب کنی برای اینکه بتونی درآمد زیاد و بالایی رو کسب کنی باید تو تکنیک یا هر حرفه که میخوای باهاش کار کنی حرفه باشی دومین فاکتور معروف بودن یعنی چی؟ ببینیم ما نقاش ها از قدیم و ندیم همیشه دنبال این بودیم که شناخته بشیم نمایشگاه میزدیم سعی کردیم توی خیابون نق... آثارمون رو به نمایش بذاریم توی مکانهای عمومی آثارمون رو به نمایش میذاشتیم تا همه ما رو ببینه هنرمون رو بشناسن و با هنر... از هنر ما لذت ببرن پس برای اینکه بتونیم کار کنی با هنرت لازم معروف باشیم حالا چجوری میتونی معروف باشیم از طریق فضای مجازی خیلی راحت مثل من میتونی توی خونه بشینی و معروف بشین اصلا لازم نیست خودتو اذیت کنی بر بیرون از طریق یوتیوب یا اینستاگرام میتونی کاراتو به اشتراک بذاری حالا یوتیوب و اینستاگرام دو تا سبک خاصن دو تا سبک متفاوتن که تو میتونی ببینی کدوم بیشتر با روحیات تو همخونی داره و اون رو انتخاب کنی خیلی فرقی نمیکنه فکر نکن مثلا چون که یوتیوب فیلتره حالا مثلا ممکنه به درآمد نرسی یا چون درآمدش دلاریه نمیتونی حساب خارجی باز کنی به درآمد نمیرسی این مشکلات دیگه تو یوتیوب حل شده تو باید ببینی که روحیاتت بیشتر به این استگرام میخوره یا یوتیوب اگه بتونی مثل من هر دو رو که بزنیم که دیگه عالیه پیشنهاد میکنم اول یکی رو بزن توش جا بیوف اونو اون راه بنداز بعد برو سراغ پلتفرم بعدی پس خیلی مهمه که به عنوان یه نقاش معروف باشی چون اگه معروف باشی میتونی کاراتو خیلی راحتتر به فروش بذاری خیلی راحتتر میتونی هنرت رو به نمایش بذاری سومین فاکتور که خیلی مهمه اینه که به هنرت به عنوان یک کار کنار نگاه نکنی و برات اولویت اولت باشه یعنی نسبت به همه چی اولویت اول باشه براش خیلی وقت بذاریم مثل یه کار کارمند که میره سر کار 8 ساعت حداقل واسه کارش وقت میذاره تو هم باید برای هنرت حتی اگه مجازی کار میکنی 8 ساعت وقت بذاری در طول روز و خیلی براش وقت بذاری برات اولویت داشته باشه تا بتونی توش حرفه باشه اگر به با عنوان یک کار کنار نگاهش کنی کسی هستن که براشون اولویت داره و خیلی وقت میذارن واسه هنرشون قطعا اونا زودتر از تو موفق میشن و جایی برای تو نمیمونه که کارتو کنار نگاه میکنی چهارم این فاکتور هم که جز یک از فاکتورهای مهمه که باید هر نقاشی داشته باشه توی عصر حاضر اینه که فقط و فقط یک تکنیک رو تخصصی انتخاب کن و فقط خودت رو با یک تکنیک معرفی کن توی فضای مجازی ببین یه مشکل که ما نقاشا داریم اینه که دوست داریم همه تکنیک ها رو کار کنیم ایرادی نداره مثلا من خودم هم رنگ روغن کار میکنم هم دیجیتال کار میکنم هم سیاه قلم کار میکنم ولی همه منو به عنوان دیجیتال آرتیست میشناسن و تخصصم توی نقاش دیجیتال وقتی تخصصت یک تکنیک باشه قطعا تمرکزتون میذاری روی اون و تا آخرش میری و خیلی موفق میشی توش اما اگه تمرکزت روی چند تا تکنیک باشه از هر تکنیک یکم, یکم یاد میگیری و میذاریش کنار 50 درصد از این 50 درصد از این و این دو تا 50 درصد به درد نمیخوره اگه یه تکنیک رو یاد داشته باشی 100 درصد باشه خیلی بهتره و خیلی موفق تر میشی پس این چهارتا تکنیک رو حتما رعایت کن تا بتونی توی شغل درآمد بالایی رو داشته باشی حالا بریم بازار کارا رو بهتون معرفی کنم که ببینی به کدوم بازار کار علاقه داری و شغل آینده تو کدوم یکی از اینا میتونه باشه اگه تا اینجا این ویدیو رو دوست داشتی ممنون میشم که چنلم رو سابسکرایب کنی و این ویدیو رو لایک کنی بریم که بازار کار نقاشی دیجیتال رو بهتون معرفی کنم اول میخوام پردرآمدترین شغلای نقاشی دیجیتال رو بهتون به معرفی کنم چون میدونم خیلی مشتاقیم که اونها رو بدونیم بشناسیم و شاید یکی از اونها شغل آینده ای تو باشه اولین شغل پردرآمد که خودم تجربهش کردم آموزش دادن آموزش تکنیکی که یاد داری حالا یا به صورت مجازی یا به صورت حضوری آموزش دادن درآمدش فوق العاده خوبه و خوبی آموزش دادن اینه که آموزش دادن هیچ وقت تو رو محدود نمیکنه و تو میتونی به هزاران هزار هنرجو آموزش بدی مخصوصا اگر که آموزشت مجازی باشه من نقاشی رو میشناسم چند تا نقاش میشناسم که آموزش مجازی نقاشی میدن و درآمدشون پنجاه میلیون 100 میلیون در ماهه شاید باورت نشه ولی درست شنیدید این درآمد توی فضای مجازی ممکنه چون فضای مجازی محدودیت نداره بریم سراغ شغل دوم شغل دوم تبلیغاته توی تبلیغات بچه ها میتونین شما طراحی کارکتر انجام بدین و کارکتر یک محصول رو شما خلق کنین مثلا مثل عکس میمون روی چیتوس اون کاراکتر یه نقاش دیجیتاله یا اگر مثلا پیتزا یا فسفودی خریده باشین ببینین که روش عکسای کارتونی داره یه کاراکتر مخصوص به خودشونو دارن که اینها کار دیجیتال آرتیس ها هستش که برای هر برندی یه کاراکتر تعریف میکنن مثلا خودم میشناسم کسی رو که برای آجیل فروشی کار میکنه تبلیغاتش رو انجام میده و ماهیانه 6 تومن دریافت میکنه سومین شغل انیمیشن و گیمه خب کار خیلی لذت بخشیه و همه دوست داریم تجربهش کنیم ساخت انیمیشن و گیم خیلی لذت بخش و حس خوبی داره انیمیشن و گیم جز شغل هستش که باید تیم داشته باشه و شما فقط کار تراحی کارکتر و تراحی بگیراند و این جوشیز هاشو باید انجام بدی و درآمد خیلی خوبی هم داره ولی خب کار سختیه کای تبلیغات و انیمیشن و گیم نیاز به تصویر سازی داره ولی آموزش محدودیتی نداره شما هر تکنیکی که بلد باشی رو اگه تو شرفه باشی میتونی آموزش بدی چهارمین شغل که به نظر من هر نقاش دیجیتالی آرزوشه که این شغل رو داشته باشه برندسازیه خب هممون میدونیم نقاشی دیجیتال یکی از ویژگی های منحصر به فردش اینه که روی هر چیزی که بخوای میتونی چاپش کنی هر چیز. مثل برچسب، دفتر، کتاب، کیف، روسری، جعبه هر چیزی که بخوای میتونی چاپش کنی و اون رو برند شخصی خودت کنی خب چون نقاشی منحصر به فرد خودته وسایل شخصی خودت حساب میشه برند خودت حساب میشه و اونا میتونی توی مغازه ها به فروش بذاری و حتی از طریق فضای مجازی مثلا میتونی کتاب داستان تراحی کنی یا روسری طرح روی روسری چاپ کنی و روسری برند خاص خودت رو بفروشی یا اینکه مثلا اگه اهل برنامه کردن هستی و بهش علاقه داری میتونی پلنر خاص خودت رو طراحی کنی و به کمک برچسبای منحصر به فرد خودت یک سبک خاصی رو داشته باشی واسه پلنر و برندسازی دفتر و کتاب رو انجام بدی خلاصه اینکه توی هر مدل چاپ از نقاش دیجیتال تو میتونی برند مخصوص خودت رو داشته باشی و هیچی به نظر من لذت بخشتر از نیستش که بتونی نقاشیات رو استفاده کنی خوبی برندسازی از نظر من اینه که میتونی محصولاتت رو توی لوازم تحریرها یا مغازه هایی که حالا مربوط به محصول تو هست توی کتاب فروشی ها هر مغازه که مربوط به محصول تو هست میتونی محصولات تو بفروشی و خیلی لازم نیستش که زحمت بکشی از این لحاظ هم خوبی های خودش رو داره ولی خب قطعا اگه بتونی از طریق فضای مجازی هم بفروشی خب درآمدت خیلی بیشتر میشه طراحی لباس که این روزا به نظر من خیلی زیاد شده توی این استاگرام یه سری از دخترهای با سلیقه لباسهایی رو تراحی میکنم با توجه به سلیقه خودشون و اونو توی صفحه این استاگرامشون با برند خودشون میفروشن و خب این برای کسایی که خیاطی هم بلد باشن یا کسی رو دارن که میتونه خیاطی انجام بده خیلی بهتون توصیه میکنم و خیلی به نظرم شغل قشنگیه شغل بعدی طراحی دکوراسیون تراحی دکوراسیون رو به کسایی معرفی میکنم که معماری خونده چون که تلفیق از معماری و نقاش دیجیتاله و اگر معماری خونده باشی میتونی به کمک نقاش دیجیتال تراحی دکوراسیون انجام بدی و کلی کاره منحصر به فرد خلق کنیم شغل بعدی مربوط به کسایی میشه که با فضای مجازی بیشتر در ارتباطن یا حتی خودشون کارشون مربوط به فضای مجازیه شامل طراحی لوگو، طراحی کاور پست، لوگو موشن، طراحی کاور استوری، طراحی عکس پروفایل خیلی کارهای مختلفی میشه باهاش انجام داد مثلا من خودم همین کارها رو خودم انجام میدم مثل این لوگو موشن که خودم درستش کردم یا حتی اون تیزر اول ویدیو که خودم طراحیش کردم و خیلی چیزهای دیگه شغل بعدی که یادم رفت بهتون بگم و مود واسه آخر سفارش نقاشیه خب سفارش نقاشی خودم تجربهشو داشتم یک سالی خیلی کار لذت بخشیه که اثر هنری توی خونه های بقیه باشه و یک چیزی به یادگار از تو بمونه یا یعنی اینکه مثلا عزیزاتو بکشی و بهشون هدیه بدی خیلی لذت بخشه درمد نسبتا خوبی هم داره مثلا حدودا پنج تومن به بالا میتونی درمد داشته باشی و آخرین بازار کار بازار کار دلاری هستش یعنی جاهایی که میتونی تو درآمد دلاری داشته باشی مثل NFT ها و مثل یوتیوب در مورد NFT ها که تو این پستی که این بالا میذارم براتون توضیح دادم کامل کامل و قطعا اگه تجربه بیشتری کسب کنم حتما میام بهتون میگم در مورد یوتیوب هم بگم که خیلی راحت از اون چیزی که فکرشو رو ولی قطعا نیاز به تلاش مستمر پشت کار هم داره مثل هر شغل دیگه ای و پیشنهاد میکنم حتما امتحانش کنی یه خبر خوب دارم اینکه لازم نیستش که حتما یکی از این شغلها رو انتخاب کنی تو میتونی یه مدت یه شغل انتخاب کنی تو شرفه بشی جا بیفتی و بعدش یه شغل دیگر انتخاب کنی مثلا من یه مدت داخل اینستاگرام بودم اونجا به یک یک جایی رسیدم پیجم ثبات پیدا کرد و بعد اومدم وارد یوتیوب شدم حالا بعدش قطعا باز دوباره یک چیز دیگر رو امتحان میکنم تو هم میتونی چند تا شغل با همدیگه داشته باشی حتما لازم نیست یکی از این شغل رو انتخاب کنی سوالی که ممکنه برات پیش اومده باشه اینه که من چجوری سمت شغل مورد علاقه ام برم و اونو شروعش کنم ببین برای اگه واقعا کار راحتی بود خیلی این کار انجام میدادم و وقت نمیشد که ما بشینیم فکر کنیم چیکار کنیم قبل از ما خیلی انجام داده بودم اما چون کار سختیه فقط کسایی که میرن دنبالش و خیلی پیگیرن پیداش میکنن تو میتونی به شغلهای مرتبط با بازار کاری که دوست داری سر بزنی تو فضای مجازی سرچ کنی تو اینستاگرام تو اینترنت تو یوتیوب به انگلیسی به فارسی سرچ کن و سر کن که اطلاعات در مورد اون موضوع کسب کنی یا اینکه بری به مغازه های مرتبط با اون شغل صحبت کنی با کسی که تو اون شغل کار میکنن و ازشون سوالات رو بپرسی اینجوری میتونی با شغلی که دوست داری روز به روز نزدیک تر بشی مرسی که تا اینجا همراه هم بودی شغلی که بهش علاقه داشتی رو برام تو کامنت ها بنویس و اگر تجربه یکی از این شغل رو داری تو کامنت ها بازم برام بنویس تا بقیه از تجربت استفاده کنن